محمد شاه سلطان ایران بالاخره بران شد تا درباره موضوع تحقیق کند. از روی احتیاط وحید را که یکی از علمای مورد اعتمادش بود برای تحقیق درباره امر حضرت باب فرستاد. وحید به علم و دانش شهره بود. معروف بود که 20,000 حدیث از محمد و ائمه در حافظه داره. وحید با خود عهدی کرد. اگر ادعای حضرت باب را باطل بیابد، او را با شمشیر شاه بکشد. اما اگر ادعایش حق باشد، جانش را برای او بدهد. وحید به شیراز اومد و قرار ملاقاتی با باب گذاشت. اول بسیار مغرور بود. خودشو بی نهایت بالاتر از باب می دونست. اما به محض اینکه باب شروع کرد به پاسخ دادن به سوالهاش و میزان حقیقی دانش معنوی اون آشکار شد، وحید بیشتر و بیشتر به فکر فرو رفت و به خودش گفت که این شخص رو دست کم گرفته بودم. وحید در نظر داشت از حضرت باب قلباً بدون اینکه بر زبان بیاورد تقاضا کند شرحی بر سوره ای از قرآن مرقوم کند. در نهایت بهت و حیرت او، حضرت باب به اراده خود تفسیری بر همان سوره نازل کرد. به مدت 5 ساعت بیوقفه و درنگ مشغول به نزول آیات الهی بود. وحید از فصاحت بیان و سرعت نزول آیاتی که تا به حال نظیرش رو نشنیده بوده بهت زده میشه و فوراً میفهمه ندایی که در پس این تفسیره چیزی جز ندایی که در پس خود قرآن نیست. وحید بعداً مینویسد که اگر جمیع قوای عالم هم علیه من جمع میشدند، ممکن نبود ذره‌ای از ایمان من به عظمت امر او کم شود. در ملاقات با باب، وحید چنان مجاب شده بود که نامه‌ای به شاه نوشت و به او گفت هر اظهار نظر تحقیرآمیزی که نسبت به باب شده مطلقاً غلطه، و در آخر گفت حالا من خودم پیرو باب هستم. گزارش شده وقتی شاه نامه عالم معتمدش را دریافت کرد، به صدر اعظم گفت اگر وحید بابی شده، پس نباید امر سید باب را کوچک شمرد. اما صدر اعظم آغاسی به نوعی مرشد و مراد شاه بود. به همین دلیل از ادعای قائمیت باب خیلی احساس خطر کرد. از همین رو اوامر مخصوصه شاه نادیده گرفته شد و حسین خان دستور داد هر کسی را در شیراز با آثار حضرت باب بیابند به شدت مجازات کنند. با وجود این، همچنان عالم و عامی در جستجوی حضرت باب و تعالیمش بودند و خود را برای ملاقات حضوری او به خطر می انداختند.